یه آدم با یه موفقیت کوچیک فکر میکنه دنیا رو به دست آورده و با یه مشکل کوچیک خیال میکنه دیگه نابود شده. این یعنی تنگ نظری. اینجور آدم ها بقیه رو هم همینطوری میبینن و به موفقیت ها و مشکلات ظاهریشون نمره میدن. یعنی چی؟ مثلا اگه کسی بچه داشت و بچهش هم پسر بود، از نظرشون اون آدم خوشبختیه و اگه بچه نداشت بیچاره و ابتره. ابتر؟ بله ابتر. و به کسی یا چیزی گفته میشه که ادامه و دنباله نداشته باشه. حالا شما میتونید حدس بزنید وقتی پیامبر با دین اسلام اومد و در زمان کم خیلی از مردم رو به خدا پرستی دعوت کرد، دشمنا یعنی همونایی که از بت پرستی مردم سود میبردن چه احساسی داشتن؟ خب اونا خیلی عصبانی شدن و برای نابود کردن پیامبر یه عالمه نقشه کشیدن. مخصوصا اون بدخواهایی که برای خودشون دم و دستگاهی درست کرده بودن اصلا نمیتونستن پیامبر رو تحمل کنن. و چون روز به روز هم قدرت پیامبر زیادتر میشد، دیگه اونا احساس خطر میکردن. اما اون آدمای بدجنس و بدخواه دلشون به یه چیز خوش بود. اونم این بود که پیامبر هر قدرم طرفدار داشته باشه، چون پسر نداره راهش دیگه ادامه پیدا نمیکنه. برای همین با حساب و کتابای تنگ نظرانه اونا پیامبر ابتر بود و خواه ناخواه با از دنیا رفتنش نفوذش در مردم هم از بین میرفت. اینطوری بود که اونا میومدن و با بی ادبی تو روی پیامبر میگفتن تو بی پسری و ابتری. شاید اونا میدونستن که پیامبر خیلی خوش اخلاق و بزرگواره و هر قدرم که ناراحت بشه بازم بی ادبی رو با بی ادبی جواب نمیده. برای همینم به خودشون اجازه چنین جسارتی میدادن و اینطوری باهاشون حرف میزدن. اما خدا با فرستادن سوره کوثر هم دل پیامبرش رو آروم کرد و هم جواب اونا رو داد. تازه خیال خیلی از مؤمنینی رو که نگران نابود شدن اسلام بودن هم راحت کرد. خدا با معرفی کوثر به همه یاد داد که نباید تنگ نظر باشن و با توجه به فرزندان و مال و منال دنیایی قضاوت کنن. چون بعضی از پولها و مقامها و فرزندها نه تنها فایده ندارند، بلکه بلای جون آدم هم میشن. تازه اونایی هم که به ظاهر به درد بخورن برای آدم نمیمونن و یه روز بالاخره نابود میشن. اما کوثر چیزیه که همیشه خوب و خیره و هیچ شری نداره. علاوه بر این زیاد و همیشگیه و هیچ وقت هم از بین نمیره. برای همینم گاهی پسر و فرزند کوثرن و گاهی هم نیستن. چیزای دیگه هم همینطورن. اگه این دوتا ویژگی رو داشته باشن کوثرن، اگر نه نیستن. خدا به پیامبر بزرگ ما میفرماید که ای پیامبر، به حرفهای اونا توجه نکن. درسته که تو پسر نداری، ولی ما به تو کوثر دادیم، یعنی خیر خیلی زیادی که همیشگی و تمومی نداره. پس تو هم بی توجه به اونا شکر این نعمت رو به جا بیار، به شکرانش هم نماز بخون و قربانی کن. انا اعتینا کل کوثر فصل لربک وانحر. پس نه تنها تو با داشتن کوثر ابتر نیستی، بلکه ابتر و واقعی دشمن بدخواه توی که کوثر نداره و دلشو به پسراش خوش کرده که دیر یا زود از دست میرن. انا شانعک هوال ابتر. راستی شما فکر میکنید کوثری که خدا به پیامبر داد چی بود؟ یکیش میتونه همین قرآنی باشه که تا روز قیامت به امت پیامبر خیر میرسونه. مثلا حضرت علی و حضرت زهرا که جز اهل بیت پیامبرن و کارشون راهنمایی و کمک کردن به مردم بودن میتونه نوع دیگه ای از کوثر باشه. شاید برای همینم به یکی از چشمه های بهشتی کوثر میگن. حالا به نظرتون ما جزء کدوم گروهیم؟ کوثری یا ابتری؟ معلومه دیگه، هر کس با پیامبر که صاحب کوثر باشه کوثری میشه و از اون خیر و خوبی زیاد و همیشگی بهره میبره. اما به محض اینکه از پیامبر فاصله بگیره میره جز اون بدخواهایی که ابترن و خیلی زود از بین میرن. اهمیتی هم نداره چند تا فرزند دارن. به هر حال سوره کوثر ما رو از تنگ نظری در میاره و نگاه ما رو اصلاح میکنه، کمکمون میکنه که به جای چسبیدن به چیزای ظاهری دنیایی دنبال خیر خیلی زیاد باشیم که در دنیا و آخرت برامون مفیده. همینم باعث میشه که بگیم
لازم سوره کوثر رو زیاد بخونیم و بهش زیاد فکر کنیم.